کنگره امنا الرسول در صحن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کنار حرم مولای متقیان حضرت امیر المومنین علی علیه السلام در شهر نجف اشرف آغاز شد در این کنگره دهاتن از علما، فضلا، خطبا، پژوهشگران، فعالان و طلاب علوم دینی از ایران و عراق شرکت کردند در همین راستا آیت الله شیخ بشیر نجفی از مراجع تقلید نجف اشرف در دیدار فوزلای قومی شرکت کننده در کنگره امنا رسول با قدردانی از تلاش های انجام شده در معرفی آثار علمی علمای بزرگ حوزه علمیه نجف را حاصل عطر خوش حرم نورانی امیر علیه السلام دانست. ایشان افزود توسعه گفتمان های علمی حوزه های قم و نجف و دیگر مراکز علمی شیعی برای وحدت رویه در پرداختن به مسائل روز دنیا یک ضرورت است. از سوی دیگر آیت الله شیخ اسحاق فیاز یکی دیگر از مراجع ازام تقلید در نجف اشرف در دیدار میهمانان شرکت کننده در کنگره امنا رسول طی سخنانی با تبیین فعالیت حوزه های علمیه در عصر غیبت و زحمات علمای برخواست از آن اظهار کردند اگر مجاهدت های زاهدانه و علمی آلمان وارسته در طول تاریخ نبود سرنوشت تشیع اینگونه فاخر و جهانگیر به سرانجام مقصود نمی رسید ایشان با ابراز خورسندی از تأثیر گذاری هجرت آلمان در بلاد اسلامی گفتند به برکت این هجرت ها همینا که در دورترین روستاهای افغانستان با پشتیبانی مردم، طلاب و روحانیون به عنوان متولی امور شرعی و دینی مردم در مساجد و مناطق مستقر هستند که همه اینها به برکت انفاس قدسیه اهل بیت علیهم السلام و تلاش های زاهدانه عالمان در طول تاریخ است.